سلام دانش آموزای عزیز، هستین؟ درس امروز شروع میکنه. چند سوال شما پرسان میکنم. اتا به حال شما باکتری را دیدین؟ باکتری یک نوع میکروب است. مثلا اگر آب آلوده باشه، شما میکروب شه، باکتری شه با چشم خودتان دیده میتونین؟ یا دیدین تا بالی؟ ویروس کرونا را خودتان با چشمتان دیدین؟ حجرات بدنتان مثلا یک حجره عضلی تان با چشم خود دیدین؟ خب من فکر میکنم جواب از این سوال ها که است منفی است. یعنی این چیزایی که من گفتم، باکتری، کرونا و حجرات بدنتان، اینا بسیار کوچک هستن، کوچک هستن که ما چشم خود اونا رو دیده نمیتونم. پس باید یک وسیله باشه که به ما کمک کنه ما او را ببینیم، یعنی او را به ما بزرگتر نشان بدن. پس او وسیله چی هست؟ او وسیله میکروسکوپ هست. میکروسکوپ، شما میکروسکوپ تصویرش سعی کنین. خب میکروسکوپ از دو کلمه ساخته شده، مایکرو یا مایکروس بسیار کوچک، سکوپین که کلمه یونانی است به معنای دیدن. یعنی مایکروسکوپ یا میکروسکوپ وسیله هست که توسط از اون ما چیزایی که بسیار کوچک هست میبینیم. خب میکروسکوپ تعریف میکنیم بیشتر. میکروسکوپ چی هست؟ یک وسیله هست. خب چی کار میکنه؟ اجسام یا موجودات، یعنی زنده و غیر زنده. یکی از هم در بیولوژی استفاده میشه، هم در کیمیا، هم در فیزیک و بخش های مختلف دیگه. یعنی که هر چیزی که بسیار کوچک باشه، چه زنده چه غیر زنده، و ما بخواهیم او را ببینیم، ما میکروسکوپ ما را قادر می‌سازه تا او را ببینیم. یعنی که میکروسکوپ وسیله هست که توسط از اون ما میتونیم چیزایی که بسیار کوچک باشه او را ببینیم. خب میکروسکوپ چرا اون چیزای کوچک را برای ما قابل دید می‌سازه؟ خاطر که میکروسکوپ او را بزرگ نمایی میکنه، یعنی که بزرگ نمایش میده. خب قدرت بزرگ نمایی، یعنی قدرت که میگیم یعنی که به چی اندازه بزرگ نمایش دادن میتونه. خب این حاله اگر خوبتر تعریف کنیم چه رقم میگم به چی اندازه یا به چند مرتبه یک جسم بزرگتر نمایش میده، بزرگتر به ما نشان میده. خب شما اگر میکروسکوپ از نزدیک ببینین، روی میکروسکوپ 10x 100x 1000x 250000x و یا عدد های مختلف نمیشته میشه. این 10x، این عدد ها چی معنا دارن؟ 10x به معنای از این است که 10 مرتبه او جسم به ما بزرگتر نشان میده. شما فرض کنین یک جسم بسیار کوچک است، او را 10 بار بزرگتر اگر نشان میده بسیار کلان میشه. یا مثلا یک جسم خیلی کوچک است 100 برابر از او بزرگتر نشان میده، یا 1000 برابرش، یا 250000 برابرش. خب گفتیم میکروسکوپ ها که از قدرت بزرگ نمایی دارن، یعنی که بزرگ نمایش، یعنی قدرتی که بزرگ نمایش میتن. خب ولی تمام میکروسکوپ ها به یک اندازه قدرت بزرگ نمایی ندارن. بعضی از میکروسکوپ ها هستن که نام از اونا چی هست؟ میکروسکوپ های نوری. اینا تا 2000 مرتبه بزرگتر نشان میدن. بعضی میکروسکوپ های دیگه هستن به نام میکروسکوپ های الکترونی، اینا 250000 مرتبه بزرگتر نشان میدن. خب به نظرتون قدرت بزرگ نماییش کدام از این میکروسکوپ ها بیشتر است؟ معلوم از دیگه میکروسکوپ الکترونی، به خاطر از اینکه 250000 مرتبه بزرگتر نشان میدن جسمی را که ما میخواییم مشاهده کنیم. خب میکروسکوپ دو نوع است، میکروسکوپ نوری هست، میکروسکوپ الکترونی هست. وقتی که میگم میکروسکوپ نوری، یعنی که این میکروسکوپ
میکروسکوپی است که از روشنی محیط استفاده میکنه. خب یکی از این میکروسکوپ ها است که در تحتش یک آینه وجود داره. خب ای از نور اتاق روشنی خود را به دست میره، یعنی نور اتاق یا آینه را قسمی تنظیم میکنیم که روشنی که در هر طرف یا در هر قسمت اتاق زیاد باشه یا آینه را به طرف همون نور تنظیم میکنیم، چون این قسمت متحرک است، یعنی حرکت میکنه. خب نوری که در آینه برخورد میکنه باز این نور انعکاس پیدا میکنه، یعنی که این نور یک قسمت هم روشن میکنه. چه قسم؟ اینجا شما میبینید یک تا سوراخ است، از طریق از سوراخ نه اینجا روشن میکنه و چیزی که ما میخوایم مشاهده کنیم هم میبینیم قسمت میمونه روی یک سلاید، یعنی روی یک شیشه‌دک میمونه و روشنی از اینجا میایه. و اینجا شما میبینید که عدسیه ها هست، عدسیه ها را بزرگتر میکنه و این قسمت ما توسط چشم خود را میمانیم و او را میبینیم. خب این میکروسکوپی که در تحتش یک آینه است و از نوری محیط یا نوری اتاق باید در این آینه برخورد کنه و یعنی از نوری اتاق استفاده کنه. این میکروسکوپ نوری را بنام میکروسکوپ نوری ساده میگه، یعنی ساده است، کدام ساختمان خاصی نداره، فقط یک آینه است که از نوری محیط استفاده میکنه. ولی شما اینجا میبینید در تحت از این آینه هست نیست چی است؟ یک گروب است. خب این گروب در برق زده میشه و این گروب روشن میشه. خب به نظرتون این میکروسکوپ بنام چی است؟ میکروسکوپ نوری هست، میکروسکوپ نوری برقی، میکروسکوپ نوری ساده، میکروسکوپ نوری برقی. خب در اول گفتیم میکروسکوپ دو نوع است، میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی. میکروسکوپ نوری را چه گفتیم؟ گفتیم که از نوری محیط استفاده میکنه، نوری محیط باید روشنایی محیط استفاده میکنه و اون چیز را میخوایم ببینیم باز روشنی دوم میفته و ما او را دیدن میکنیم. ولی میکروسکوپ الکترونیک هست، یعنی که برای دیدن شی، برای اون چیزی که ما میخوایم ببینیم از چی استفاده میکنه؟ از الکترون استفاده میکنه. خب این که میبینیم یک الکترون میکروسکوپ الکترونی هست و شما در سلاید قبلی دیدیم که میکروسکوپ نوری بسیار شکلش ساده تر بود، خردتر بود، یعنی کوچک بود، شما میتونستین او را انتقال بکن. ولی یکی ساختمانش دیدین که ساختمان زیاد پیچیده داشت. خب ایره شما میبینین ساختمانش پیچیده تر است، بزرگتر است. و دیگه یکی میکروسکوپ ها قیمت هستن، پس این میکروسکوپ ها در کارهای بسیار خاص استفاده میشن، در کارهای تحقیقی استفاده میشن. ولی ما روزانه از کدام میکروسکوپ استفاده میکنیم؟ اون میکروسکوپ های نوری. شما اگر احتمالاً در مکتبتان هم داشته باشین، اون میکروسکوپ نوع نوری داریم. خب یک کمی دیگه هم میکروسکوپ الکترونی قدرت بزرگ نمایش بیشتر بود یا میکروسکوپ نوری؟ خب تا اول گفتم دیگه قدرت بزرگ نمایی میکروسکوپ الکترونی بیشتر است. یعنی این میکروسکوپ چیزای بسیار کوچک هم بسیار خوب دقیق میشان میده، یعنی وضاحتش خوبتر است و هم بسیار زیاد بزرگ میشان میده، یعنی هر قدر جسم ما کوچک باشه او را برای ما قابل مشاهده کردن میتونه. باز به میخواد تا کارهای تخصصی و کارهای تحقیقی استفاده میشه. خب در کتابتون فقط میکروسکوپ نوری ساده نام گرفته شده. شما فعلا هم میکروسکوپ های جدید ساخته شده، یک از میکروسکوپ ها میکروسکوپ دیجیتال است. شما میبینین یک مقدار متفاوت است از میکروسکوپ نوری ساده و یا برقی. خب دیجیتال چه رقم است؟ شما اینجا چیز اسمه میمانین و یکی از عدسیش است. و چه تفاوت داره قسمت بالایش با میکروسکوپ نوری؟ تفاوتش این است که شما قبلا در
میکروسکوپ نوری دیدن که اگر دست یه چشمی بود، یعنی چشم خدا باید میچسباندن یا اینجا قرار میدادن تا یک جسمی که در یک قسمت مونده نور دیده بتانید. اما دیجیتال چه رقم است؟ شما فقط جسم اینجا میمونین و خدا به زحمت نمیسازین، یک سکرین داره و این سکرین مثل یک صفحه تلویزیون بسیار امور جسمتان بزرگ کلان نمایش میتن و با سادگی، یعنی کدومیزی که خدا به زحمت کنین. شما اینجا میبینین اگر دیگه قدرت بزرگ نمایی را هم به تصویر میخواییم تشریح کنیم. خب ببینین این مرچه بسیار کوچک است، تحت از میکروسکوپ باندن سعی کنین تصویرش را سعی کنین چقدر بزرگ است. شما مقایسه کنین چند برابر بزرگتر نشان داده شده. خب تقریبا 10 مرتبه بزرگتر نشان داده شده به نظر من. خب اینمی که مرچه را به این خودی به اندازه کلام نشان داده شده همیگه چی معنا داره؟ قدرت بزرگ نمایی همین میکروسکوپ است، یعنی که این جسم کوچک یعنی مرچه را 10 مرتبه بزرگتر نشان داده شده است. خب درس این روز تمام است. خدا نگهدارتان، شاد و سرزنده باشید.